برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر آغاز عملیات حج 1402 را اعلام کرد. وی در همایش توجیهی آموزشی حج و اربعین 1402 گفت امیدواریم این نشست در برگزاری بهتر حج امسال از نظر معاینات پزشکی و خدمات بهتر کادر پزشکی مؤثر باشد. عملیات حج 1402 آغاز شده و مذاکرات اولیه حج توسط سازمان حج و زیارت با سازمان حج و زیارت عربستان شروع شده است. منابع محلی از برگزاری یک همایش فکری دیگر توسط بخش بانوان مرکز اندیشه اسلامی اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزلو در شهر بغداد خبر دادند. این همایش با محوریت کتاب من روائع الاسلام از شگفتی‌های دین اسلام که شامل مجموع بیانات آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظله هست برگزار شد و در آن به نقش صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دفاع از اسلام پس از شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرداخته شد. در پی دریافت نامه‌ای از اداره سازمان‌های غیردولتی عراق، مرکز مطالعات راهبردی نجف اشرف از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزلو در شهر نجف اشرف سمیناری با موضوع عناصر توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی فسیلی برگزار کرد و در آن دکتر زرغام خالد ابوکلال مدرس دانشکده ادبیات دانشگاه کوفه در سخنانی به تعاریف جهانی تعیین شده توسط سازمان ملل متحد برای مفهوم توسعه و همچنین تعریف توسعه پایدار از نظر علمی، سیاسی، اقتصادی، فنی و آموزشی اشاره کرد. در فعالیت دیگر، مرکز مطالعات راهبردی نجف اشرف با همکاری مؤسسه ارض العطا دوره آموزشی تحت عنوان دوره آماده سازی اصول رهبری سطح 1 با تدریس مشاور آموزش بین المللی عقیل العذاری برگزار کرد. مرکز حقوق بشری آدم در چارچوب فعالیت‌های فکری ماهانه خود در شهر مقدس کربلا موضوعی تحت عنوان همکاری و تعادل بین اراده و اداره محلی قرائتی از مبنای قوانین تنظیم شده برای نهادهای محلی در قانون عراق را مورد بحث و بررسی قرار داد. این نشست فکری با حضور تعدادی از مدیران مراکز تحقیقاتی و برخی فعالان حقوقی، دانشگاهی، رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری همراه بود.